و اگر کسی ورد رو گرفت، همین وردای علکی که خودش درست کردن و ترکش و اکثر و همه طریقه های حرفا رو میزنند ها، اما همش کشکه، همش هم دروغه، و ترکش کرد، مصیبت های زیادی در دنیا و آخرت براش نازل میشه. و این بیچاره امامان، زندگی میدان مصائبه، هیچ کسی در این دنیا بدون مصیبت نیست، امکان نداره و هرچی انسان بزرگتر باشه مصائبش بزرگتره، مصیبت شاهان بزرگتر مصیبت گدایانه. با این حال اینا چون میدونن ولقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان برای رنج و زحمت آفریدیم، قرآن میفرماید دنیا اینطوریه، اینها از این رنج و مصیبت ها سوء استفاده میکنن که مردم که عامی یا مرید که دست برداره، نکنه این مصیبت بیاد، نکنه اون مصیبت بیاد، از ترس دست بر نداره و این یک فریبه. و هفتمین شرطش اینه که سب و شتمی و دشمنی در باره تیجانیه ازشون ظاهر نشه و به هیچ وجه اونو انتقاد نکنه، برای که طریقه صوفیان مبناش بر تربیت مریدانشون، مبناش بر اطاعت مطلقه. اعوذ بالله. چرا؟ لأنهم امناء الشریعه، بلکه آنها امینان شریعتند. در صورتی که شریعت رو به هم زدن، بعد از تشیع هیچ فرقه ای، هیچ دسته ای، بعد از تشیع فرقه های منشأ از تشیع مثل کرامته باطنیه اسماعیلیه، بقیه فرقه های زندیق و مرتد، هیچ فرقه ای مثل تصوف و عرفان اسلام به هم نزده، این همه دروغ نبافته، این همه تحریف نکرده، این همه گمراهی نیورده بعد از اینها. البته و امنا شریعت اینا هستن، شریعت ها به مسخره گرفتند که خودشون شرط تراشیدن، اینا امنا شریعت هستن، بلکه مردم ها فریبدن، یه حرف ها میزنند.